ما آدم ها از یه چیزایی توی زندگیمون میترسیم. یه سری ترس ها منطقی هن، یک سری ترس ها غیر منطقی هن. ترس هایی مثل ترسیدن از جاهای تنگ، جاهای تاریک، ترس از یه محرک خیلی کوچیک مثل سوسک، ترس از آب، اینها ترس های غیر منطقی هن. و ترس هایی مثل ترسیدن از حیوانات درنده، ترس از پریز برق یا برق گرفتگی، ترس از ارتفاع، ترس از یک صدای بلند، و یا برای ما مردها ترس از همسر یا رفتن به خرید با همسر. اینها ترس های منطقی هن. من خودم بچه که بودم از گربه توی شهر موش ها خیلی میترسیدم. بار اول که توی سینما این کارتون رو دیدم جیغ کشیدم و گریم گرفت. یا وقتی مادرم بهم میگفت برم از توی زیرزمین چیزی بیارم، چون اونجا تاریک بود و تنها بودم، میگفتم الانه که سمندون بیاد و منو مثل اون تخم مرغای خام بخوره. من از آب هم خیلی میترسیدم. روز اول توی کلاس شنا که قرار بود برم توی قسمت عمیق، از دست مربی‌ها فرار کردم و رفتم گوشه استخ، یه ستون رو محکم بغل کردم. مربی‌ام نامردی نکرد دیگه، اومد من از پاهام گرفت، کشون روی زمین، پرت هم کرد وسط آب. خیلی ترسناک بود، خیلی. بگذاریم، سالها گذشت، بزرگتر شدم و همه چیز عوض شد. دیگه از گربه توی شهر موشا نمیترسیدم. دیگه از سمندون نمیترسیدم. تازه توی شنا هم خیلی ماهر شدم و تونستم حتی مدرک غواصیم رو هم بگیرم. ترس های من هم تغییر کردن و جای خودشون رو دادن به ترس های جدید، چیزهایی که فکر میکنم واقعا ارزش ترسیدن رو دارن. ترس از روزمرگی، اینکه صبح از خواب بلند شی، صبحونت رو بخوری، بری سر کار، غروب بیای خونه گوشیتو بگیری دست توی اینترنت، شب شام بخوری، دوباره صبح، و هر روز این کار رو تکرار کنی، یا نهایتا یه آخر هفته هم با خانواده بری یه طرفی. ترس از یک زندگی یک نواخت، ترس از غرق شدن توی دنیای مجازی، ترس از اینکه خودم رو فراموش کنم، و ترس از اینکه این سوالها رو فراموش کنم، و ترس از تجربه کردن یک زندگی بدون هیجان. اینجا بود که از طریق محمد رضا دوستم با اسلکلاین آشنا شدم و مسیر زندگیم از روی زمین پهناور رفت روی تسمه یک اینچی توی ارتفاع. اسلکلاین به ورزش راه رفتن و حفظ تعادل روی تیکه‌ای از تسمه میگن که بین دو نقطه محکم بسته شده باشه. شاید خیلی اسلکلاین رو با بندبازی اشتباه بگیرن. در واقع بندبازها روی تنابی زخیم یا سیمبوکسل که تقریبا بدون تنش و لرزشه و خاصیت استاتیکی داره راه میرن و برای حفظ تعادل و راه رفتن از یک چوب بلند استفاده میکنن که توی دستاشون گرفتن. اما توی اسلکلاین از تسمه استفاده میشه که تقریبا پر از تنش و لرزشه و خاصیت دینامیکی داره و برای حفظ تعادل هم از هیچ وسیله دیگه ای استفاده نمیشه. اسلکلاین رو توی سبکای مختلفی انجام میدن. اگه طولش خیلی بلند باشه بهش میگن لانگ لاین. اگر روی آب بسته شده باشه اصطلاحا میگن واتر لاین. و اگه توی شهر باشه و ماهیت شهری داشته باشه بهش میگن اربن لاین یا لاین شهری. اگه وقتی بخوای روش حرکات نمایشی انجام بدی بهش میگن تریک لاین، و اگه ببرش توی ارتفاع میشه های لاین یا لاین مرتفع. اولی که ما کار رو شروع کرده بودیم تجهیزات خیلی ابتدایی داشتیم و فقط توی ارتفاع کم کار میکردیم، چون اون موقع هیچ کس توی ایران نبود که این کار رو انجام میداد و ما به هیچ یک از وسایل استاندارد دسترسی نداشتیم. همجور که با آزمون و خطاهای زیاد پیش می‌رفتیم جلو، سال 2012 یک فستیوال جهانی سنگ‌نوردی در ایران توی منطقه بیستون کرمانشاه برگزار شد. توی اون فستیوال دعوت شده بود از یک گروه فرانسوی برای اجرای اسلکلاین و هایلاین توی اون منطقه. ما هم از اون فستیوال باخبر شدیم، اما چون دعوتنامه نداشتیم به سختی تونستیم ثبت نام کنیم. خلاصه هر جور که بود خودمون رو رسوندیم اونجا. بعد از اینکه وسایلمون رو به گروه فرانسوی نشون دادیم خندهشون گرفت و گفتن شما دیوونه اید که دارید با اینا کار میکنید، خیلی خطرناکه. بعد از کلی صحبت راضی شدن برای بستن لاین ها توی ارتفاع کمکشون کنیم.
محمد رضا هم اجازه گرفت روی یکی از لاین ها چند تا تلاشی رو انجام بده. البته کسی توقع نداشت که بدون هیچ تجربه قبلی از ارتفاع بتونه توی ارتفاع روی لاین راه بره. اما اون روز برخلاف انتظار همه، محمد رضا تونست لاین رو کامل و تا انتها راه بره. همه رو شوکه کرده بود. اون گروه خیلی از ما خوششون اومد و تصمیم گرفتن تمام تجهیزاتشون رو به ما بدن و ما رو آموزش بدن که توی ارتفاع بتونیم کارمون رو شروع کنیم. برگشتیم و شروع کردیم به تمرین. دیگه کلی حرفه‌ای شده بودیم و با ارتفاع عجین شده بودیم. حتی خبرمون توی روزنامه‌ها و مجله‌های ایرانی و خارجی هم پیچید. روزای اول که توی ارتفاع کار می‌کردیم تمام آموزش‌هایی که دیده بودیم رو مو به مو انجام می‌دادیم. همه چیز چندین مرتبه چک می‌شد تا توی امنیت کامل بتونیم به هیجانی که می‌خوایم برسیم. هیجانی که این کار داره اعتیاد خیلی شدیدی داره. همیشه دوست داری هدف بزرگتری رو انتخاب کنی، چالش‌هایی که رسیدن به این هدف رو هیجان انگیزتر کنه. محمد رضا حدوداً یک سال زودتر از من تونست توی ارتفاع یه لاین رو کامل و تا انتها راه بره. وقتی تمرین می‌کردیم و من هم تلاش می‌کردم برای راه رفتن توی ارتفاع، متوجه شدم محمد رضا دیگه اون حس و هیجان قدیمو نداره. یه جورایی انگار ناراحته، انگار افسرده است. ولی دلیلش رو نمی‌دونستم. گذشت تا روزی که من هم تونستم برای اولین بار توی ارتفاع یه لاین رو کامل و تا انتها راه برم. وقتی انتهای لاین وایساده بودم و خوشحال از اینکه بالاخره تونستم انجامش بدم، برگشتم دیدم محمد رضا خیلی خوشحال تر از منه. اونجا بود که دلیل ناراحتیش رو فهمیدم. کسی نبود که درکش کنه، کسی نبود که حسش رو بفهمه. بدون وقتی توی ارتفاع راه میره چی توی سرش میگذره، چون راه رفتن توی ارتفاع روی تسمه باریک حس و هیجانی داره که واقعا نمیشه فهمید و درکش کرد مگر اینکه خودت بتونی انجامش بدی. ما اسلکلاین کارها، یا بهتر بگم هایلاینرها، وقتی روی تسمه راه میریم همیشه به یک نقطه انتهای خیره میشیم و چشممون رو از اون نقطه و هدف بر نمیداریم که من اسمش رو برای خودم گذاشتم رویای دورترین نقطه، رویای رسیدن به هدفت و پایان کاری که شروع کردی. این هم یکی از فیلم‌های منه که بدون حمایت و ایمنی این کار رو انجام دادم. البته این فیلم برای بار اولی که داره پخش میشه و امیدوارم پس از پخش این فیلم باز هم من رو توی خونه راه بدن. البته اینجا فقط 400 متر زیر پام خالیه، چیزی نیست. مطمئنا نمیتونم از حسم بگم وقتی دارم به رویای دورترین نقطه‌ام فکر میکنم، اما میتونم بگم این حس پس از طی چه مراحلی به دست میاد. فرض کنید رفتید بالای یک صخره لب یک پرتگاه که 300 متر عمق داره ایستادید. اینم بگم 300 متر میشه ارتفاع برج ایفل یا ارتفاع یک برج 100 طبقه. وقتی برید روی پشت بوم این ساختمون و بخواید از لبه ساختمون پایین رو نگاه کنید، زیاد دوست ندارید نزدیک شید جلو. بهتون میگن نرده ها شله ها، زیاد نری جلو، حواست باشه. آروم آروم نزدیک میشی، دستت رو محکم میگیری به یه جا، پاتو کمی دیعقب خیز بر میداری جلو و آروم و یواشکی زیر رو نگاه میکنی. تازه اونقدر هم نزدیک نشدی که بتونی کامل ببینی. و همه اینها در حالی اتفاق میفته که روی یک سقف محکم و سفت وایسادی. بگذاریم از این که خیلی ها تا چند قدمی اون لبه هم دوست ندارن که نزدیک بشن. حالا میخوام نرده های شل رو بردارم، دستم رو هم به جایی نگیرم و اونقدر نزدیک بشم که پام رو بذارم روی یک تسمه باریک که پر از تنش و لرزشه و به چند تا میخفز شده این ور و اون ور صخره. قبل از اینکه این کار رو کنم چیزای زیادی از توی ذهنم میگذره. خانواده‌ام،
مادرم که شب از نگرانی خواب توی چشماش نمیره. دوستان، چیزایی که توی زندگی دارم، زندگیم، همسرم که برای شام منتظرمه، شاید اگه این کار رو انجام بدم دیگه هیچ وقت نتونم اونا رو ببینم، شاید هم موفق باشم و با کلی انرژی و هیجان شب برگردم خونه. حواسمون هست این هدف با هدفهای دیگه خیلی فرق میکنه. این بار هیچ حمایتی نداری، اگه اتفاقی بیفته کسی نیست که دستت رو بگیره و بکشتت بالا، ولی خب تمرین زیادی کردی برای رسیدن به رویای دورترین نقطت. رویایی بوده که سالها توی ذهنت پرورشش دادی و منتظر رسیدن همچین روزی. حالا که همه چیز آماده است، نباید بذاری چیزی تمرکزت رو به هم بزنه. برای رسیدن به رویا و هدفت باید قدم اول رو برداری. پس قدم اول رو برمیداری. اوایل کار مشکلات زیادی داری، زیر پات میلرزه و تکونای شدیدی میخوری و مدام در حال جنگیدن برای یک شروع خوب و بی‌خطر. باید حواست باشه که قدم اول رو برداشتی و هیچ راهی نداری جز اینکه موفق بشی، یا یعنی که ببازی و همه چیز تموم بشه. چند قدم اول رو با سختی و مشقت‌های زیاد پشت سر میذاری. تازه یادت میفته که باید نفس هم بکشی. اینجا که میرسی آرومتر میشی، خونسردتر، پاد همین جوری دارن میرن جلو، سرعتت رو بیشتر میکنی، اما یه صدایی توی ذهنت میگه اگه عجله کنی برای رسیدن به انتها ممکنه هیچ وقت خودت رو اونجا نبینی. پس کار رو آرومتر میکنی، چون هیچ اشتباهی اینجا قابل جبران نیست. کنترل کردن ذهنت خیلی سخت میشه، چیزای عجیبی از توش میگذره، اما مهمترینش اینه که اولین اشتباه آخرین اشتباه است. اگه خطایی کنی سقوط میکنی و دیگه فقط یه چیز برات میمونه. هیچ دیگه چیزی نمونی که کار رو تموم کنه. اما باید بدونی تا زمانی که روی آخرین نقطه وای نسی هنوز هیچ چیز تموم نشده و با اول کار هیچ فرقی نکرده. چیز دیگه ای تا رسیدن به رویای دورترین نقطت نمونده. باید خونسردیت رو حفظ کنی و این چند قدم آخر رو هم با تمرکز بالا طی کنی تا فاصله یک قدمی افقی به فاصله 300 متری عمودی یا ابدی با رویای دورترین نقطه تبدیل نشه. کار رو تموم میکنی و باز همون حس و هیجانی که نمیتونم به زبون بیارم. مرسی.